بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستین خوش آمدین به برنامه مکتب تمدن درس 24 از فیزیک سنف 12 هم خو خدا رو شک که خوب استین من هم خوب استم درس قبلی را یاد گرفتین در مورد چی بود؟ در مورد معرفی حرارت انتقال چی بود؟ حرارت بود خب حالا ما در مورد فازهای ماده گپ بزنیم در این درس فازهای چی؟ ماده ما یادتان نره اگر درس قبلی را ندیدین تلگرام و یوتیوب هم داریم میتونین که تلگرام و یوتیوب که آدرسش در زیرنویس میشه شما مشاهده کن رجوع بکنین و درس های قبلی ریاضی، کیمیا، بیولوژی و درس دیگه و حتی فیزیک که شما بینندش هستی نمیشه احیانا اگر خواستین که دوباره مشاهده کنین میتونین در یوتیوب و تلگرام ما رجوع کنین و این ویدیوها رو هم ذخیره کنین و آنلاین مشاهده بفرمایید خب میریم سراغ فازهای ماده فازهای ماده یعنی چی همین حالات ماده رو میگن فازهای ماده جامد مایع و چی گاز پس من نوشته کنم جامد جامد مایع و چی گاز جامد مایع و گاز خب فازهای ماده مثلا جامد میگم یخ مایه میگم آب گاز میگم بخار حالا توجه کنید لطفا ببینید وقتی که شما به یخ حرارت بتین یخ آب میشه یعنی تغییر فاز میده تغییر چی؟ فاز دوباره به آب حرارت بتین بخار میشه بازم تغییر فاز داد خب پس این تغییر فاز به خاطر است که حرارت گرفتم و حال حرارت رو ازشون پس بگیریم بخار که سرد دوباره مایه میشه دوباره آب اگر دوباره حرارت انرژی خوره انرژی خوره از دست بگفتیم حرارت انرژی درونیست دیگه هر تو خوره از دست بده یخ میشه پس میبینین این تغییرات علتش علتی تغییر فاز من میکنم علت تغییر فاز چی است؟ حرارت جمع چی؟ فشار مثلا شما اگر گاز را خیلی تحت فشار قرار بدین مایه میشه آقای زیزه می نفهمیدیم میدیم یک پیکنیک از خانه بگیر ببر سر کوچه بگو دهی دو کیلو گاز بنداز بعد بگو سه کیلو گاز بنداز هرچی فشار میده خود سه فشارش بیشتر از دو کیلو دیگه با فشار میره اونجا میبینین که پیکنیک شما مایه زیرش چی میشه زیادتر میشه چرا چون فشار زیاد شد پس فشارم میتونه سبب چی شوه تغییر فاز شوه فشار و حرارت هر دو سبب تغییر فاز میشن گرچه فشار حرارت با هم دیگه برادرن دیگه فشار زیاد شد حرارت زیاد شد حرارت زیاد شد فشارم زیاد شدی دو تا با هم چی برادر بازم دگ بخار این دگ بخار چی چیز خوبی هسته کاربردش همه جا هست من فکرم فقط داشپزخانه است ولی در درس فیزیک که کلا دگ بخار است شما وقتی به دگ بخار حرارت میدین فشار درونی چی میشه زیاد میشه آفرین آفرین باز بینین حرارت و فشار با هم برادر استن خب حالا جوانای وطن آ جوانای وطن نگاه کنین من میخوایم برای شما خیلی چیزا خوب بگم بیا یک بار شکل جامد رسم کنیم برای شما جامدات جامدات دارای این یک شکل هستند از نگاه ساختمان مالکولی اتم هایشان در یک شبکه منظم قرار دارند بند است تکان نمی فقط احتزاز می فقط چی می کنند؟ اهتزاز می کنند ای ساختمان اتمی چی است؟ جامد و اتم هایشون این منظم قرار دارن حالا وقتی به ای حرارت میتین انرژی درونی اینا زیاد میشه و شکل اینا شروع میکنن به حرکت کردن از جای خود شروع میکنن به چی؟ حرکت میکنه چرا؟ مثلا شما وقتی که هوا گرم است در یک جای شلوغ بیرو بار میرین چقدر احساس هی میگن که او طرف شو او طرف شو در یک سنت که شیشتین پاله هم دیگه میگه او طرف شو او طرف شو حرارت که زیاد میخوان که دور شین هی حرکتتون زیاد میشه راه میرین میگن چقدر گرم است اینام بندای خدا همین کارا رو میکنه وقتی حرارت درونی اینا رو زیاد کنین مثلا به اینا حرارت بتین ای اتم ها کم کم انرژی زیاد میشه و از این که بند شده خدا آزاد میکن شروع میکن به حرکت کردن این تو شروع میکنن به حرکت کردن دیگه انتقال میکنن چی میکنن؟ انتقال میکنن اینجا ای اتم احتزاز میکرد حالا ای اتم ما قراره چیکار کنه وقتی حرارت میگیره؟ انتقال میکنه حالا وارد چی میشه؟ فاز دیگری میشه یک فاز جدید این میشه فاز این میشه فاز مایه پس جامد بود وارد فاز مایه شد وقتی که بهش چی دادین؟ حرارت دادیم حرکت انرژی درونی زیاد شد پس حرارت میدین انرژی درونی زیاد میشه اتم ها شروع میکنن به حرکت کردن خب انرژی وقتی شما انرژی نداشته باشی حرکت میتونیم وقتی انرژی بگیری شروع میکنه به چی حرکت این اتم انرژی گرفته شروع کرد به حرکت انرژیشو بیشتر کن انرژیشو بیشتر کن خو کیو این یعنی حرارت برو داخل وقتی انرژیش بیشتر کردی این سایکو حرکت سایکو حرکت سای سای بوف 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 اصلا غیر قابل پیش بینی است به هر در و دیوار خود میزنه میزنه به در و دیوار به این دلیل است که گازات گازات رو نمیتونین در یک جای متمرکز کنین هی خودم میخوای پخش بکنم مثلا شما در بوتل ات رو باز کنین بوتل ات رو باز کنین ماشالله چه بوی خوبی است ای او طرف هم بویش احساس میکنه ای اتم تنها ای اتم های گاز که عطر خوب هی میخوای بیای بیرون دیگه پخش میکنه خوده چرا؟ چون اینا انرژیشون زیاد است پس گازات انرژی درونیشون چست زیاد است حالا فاز خودت تغییر داد رفت وارد فاز چی شد؟ وارد فاز گاز شد اوه 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 او. اگه یک درجه دیگه بیشتر کنین چی میشه؟ هر کس گفت جایزه داره اه؟ آره به صورت طبیعی سه تا حالت رو به شما گفتم به صورت طبیعی اگر خیلی حرارت را زیاد کنین آقا خیلی زیاد کنین از این بدتر میشن اگر این حالت در کتاب مکتب گفته نشده ولی هست در طبیعت مثلا آفتاب را دیدین آفتاب آفتاب همچی حال... حالتی داره خیلی که داغ بیایه ای اتم ها ای اتم ما اتم ما دیگه چکار میکنه الکترونش میره او طرف جسمی که الکترون باخته باشه چی چارت میشه مثبت وقتی که خیلی حرارت را زیاد کردین وارد یک مرحله دیگه میشه که اتم الکترونش جدا میشه و اتم ما چارجدار میشه اتم ما چی میشه چارجدار تمام اتم ها چارجدار میشن این حالت رو اگه نامش گفتین جایزه داریم چی؟ چی؟ پلاسما ما, ما پلاسما حالا به صورت ساده ما همین ستا رو بحث میکنیم فقط همینقدر گفتم که یعنی حالت چارمی هم وجود داره کتاب ما به این ستا گفته دوباره حرارت رو پس بگیر دوباره حرارت رو چکار کنیم؟ پس بگیر خب حرارت پس بگیری آه بر میگرده و چی؟ مایه دوباره حرارت چه بگیر آه بر میگرده به چی؟ جامد با دست چپ دارم نوشته میکنم ما یاد بگیرین دو دسته باشیم خب حرارت تا که گرفتی پس دوباره برمیگرده پس حال ما فهمیدیم که اینا چی رقمی هست تف... میگن تغییر فاز که علتش حرارت است و چی هسته؟ فشار هسته برای تغییر فاز برای شما میگم اگر اگر جامد به مایه تبدیل شه اینو میگه زوب اسمش هست چی؟ زوب مثلا میگه یخ زوب شد. یخ او شد حالا اگر او شما به بخار تبدیل شه او به بخار تبدیل شه اسم ازی هست تبخیر چی؟ تبخیر یعنی بخار شدن حالا برعکسش برگردین اگر دوباره بخار به آب تبدیل شه چی بهش میگن؟ تقطیر تقطیر یا چی؟ میعان یا چی؟ میعان دوباره مایه شد میعان دوباره چی شد؟ مایه شد حالا دوباره انرژیش بازم بگیرین آب دوباره یخ میشه منجمد میشه چی میشه؟ منجمد میشه چی؟ انجماد با چند آشنا شدین؟ با چهارتا تا جامد مای زوب مای گاز تبخیر گاز مای میعان و مای به جامد انجماد دو تای دیگه هم داریم بعض وقتا مستقیم از اینجا جنب میزنه در او طرف نگاه جامد وو! آمد مستقیم به گاز امکان داره مثلا یک جسم جامد مثلا این مارکر این مارکر چی هست جامد همین تبدیل شده به بخار امکان داره یک دفعه تبدیل شده به بخار اسمی حالت رو بهش میگن چی؟ بگو تسعید تسعید یک دفعی سوت میکنه اینجا مثلا مثل چی؟ یک جسم جامد که شما دیده باشین مثال های زیاد است ولی شما باید ببینین مثلا شبنم دیدین روی ب... گلبرگها ها یا روی برگ ها شبنم این برفک برفک بگیم ساده تر بگیم شبنم خیلی رومانتیک است برفک یخ... برفک ها وقتی نور آفتاب میایه بخار میشه میره برفک جامد است وقتی نور آفتاب بهش میخوره چی میشه؟ بخار میشه این هم است جامد به گاز تسعید بهش میگن شبنم مستقیم از حالت جامد میره به حالت چی؟ بخار حالا قرار است از, از حالت گاز مستقیم جمع بزنه به چی؟ به جامد یعنی گاز دوباره جامد شد تکاسف تکاسف یعنی یک دفعه کسافتش زیاد میشه اتم ها از این فاصله دور دوباره به هم دیگه نزدیک میشن و کسافتشان زیاد میشه تکاسف یعنی دوباره گاز تبدیل شد به جامد گاز به جامد یک مثال بگم که شما خوب درک کنین مثال هایی که در دوربر شماست مثل اه... مثل ابر ابر کدام حالت ماده است همه فامیدین ابر حالت گاز هست حالا شما جاله دیدین جاله جاله جامد است جاله از کجا آمده از آسمان آسمان چی بوده ابر بوده این ابر مستقیم تبدیل به جاله شده یعنی گاز یعنی در اثر هوای سرد یک دفعه تکاسف صورت میگیره و خیلی فشار زیاد میشه یک دفعه میبینین که تبدیل به جامد میشه پس جاله مثال جاله است این میشه تغییر فاز ذوب تبخیر، میعان انجماد، تسعید و تکاسف so, پلاسما را خارج کردیم چون مورد بحث کتاب مکتب ما نیست ولی خیلی جذاب است در مورد پلاسما تحقیق کنین حالت های رد و برق پلاسما های نئون، همین محتابی ها پلاسما است خدمت شما آفتاب پلاسما شابسنگ ها پلاسما خیلی چیزها. پلاسما تلویزیون ها پلاسما پلاسما رو تحقیق کنین دیگه اگر میخوایم بیشتر تحقیق کنین باید تحقیق کنین بیام روی مانیتور نشان بدم به شما فازهای ماده جامد مایع گاز نا اتمهای های ما جامد رو ببینید چقدر منظم چقدر خوب یک شبکه قرار دارن حرارت بهش بده دیدید اتمها از هم جدا شد یعنی انرژی درونی زیاد شد انرژی درونی زیاد شد اتم از هم جدا شد دگم انرژی رو زیاد بکنین خو این خو مستقیم تسعید شد اگر از این طرف بیاین مایه میشه از این طرف بیاین مایه از این طرف برین چی؟ تسعید پس جامد میتونه به مایه تبدیل شه یا به گاز به گاز تبدیل شه میگن تسعید به مایه تبدیل شه میگن چی؟ میعان خب حالا اگر مایه ما به گاز تبدیل شه میگه چی؟ بخار اینا رفت و برگشت است میچرخن خب حالا که اینا میچرخند جامد شما به یخ حرارت دادین حرارت دادین شد مایه سوال شد چی مایه این تغییر فیزیکی است یا کیمیاوی بارک الله فقط شکلش تغییر یافته یک سوال دیگه هم بگم که کیمیا رو به چالش بکشنیم همین شکر دیدین شکر شکر رو در یک گلاس چای میندازین صبحی شور میتونید و نوش جان میکنین این شکر که حل شد داخل چای تغییر فیزیکی است یا کیمیاوی تغییر فیزیکیست یا کیمیابی آه وای 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 تغییر تغییر است مثل همین یخ است که شکلش چی میشه؟ مایه میشه شکر در چی شده؟ به شکل مایه در در داخل چای در آمده خب این قسمت میبینین چی هستم؟ ترمامتر است میخوام درجه هرات را بایی بخوانم برای شما بعد خدافزی کنیم درجه هرات اتاق ما هست 20 درجه سانتیگراد. که تقریبا 68 درجه فارنهایت است 20 درجه سانتیگراد 68 درجه فارنهایت با این وسیله هم کار داریم در روز بعدی ان درس بعدی ما در مورد چی است ترما متر است بیننده برنامه خودتان باشین خب دوستای گرامی به پایان آمدین دفتر حکایت همچنان باقی است درس بخوانین دانشمند چین که این وطن به دانشمندانی مثل شما نیاز داره بدرود